زده بودن آویزون میکردن که بین خود ما زندانی ها این وضعیت داد به عنوان زنگ تفریح شناخته میشه، چرا که به نسبت شکنجه هایی که میکردن، قپونی، کاب زدن و انواع اقسام جنایت، این دیگه به قول معروف چیزی بود که قابل تحمل بود. و خلاصه من تو همین حالت دار بودم که سعی کردم از زیر چشمم نگاه کنم که موضوع چیه، که دیدم که این خواهر رو این پاسدار جنایتکار احمد جان که بازجوی خود منم بود داره با یک بازجوی دیگه میکشونه روی تخت شکنجه و یک بچه کوچیک شیرخواره شاید یک ساله همونجا جلوی در شبه روی زمین ول کرده بودن که فرزند همین خواهر بود، که این خواهر رو بستن روی تخت و همین پاسدار جنایتکار احمدی نژاد خودش شخصا با کاب شروع کرد به شکنجه این. و در طول زمان شکنجه این خواهر مستمرا فریاد میزد یا فاطمه یا فاطمه، که پاسدار جنایتکار احمدی نژاد با تمسخر به اون میگفت داری فاطمه امینی صدا میکنی، منظور مجاهد خلق فاطمه امینی اولین زن شهید سازمان مجاهدینه. و از اونجایی که این مادر مستمر اینو تکرار میکرد و هیچ اطلاعاتی به نمیداد، این پاسدار به هم ریخته بود و از شدت غیظ و کینش یک پاسدار جنایتکار دیگر صدا کرد و اون پاسدار روی کمر این خواهر نشست و یک پارچه رو گلوله کرد توی دهان این خواهر به زور فرو برد که حتی این خواهر دیگه نتونه در زیر شکنجه فریاد بزنه و یا حرفی بزنه، که این شکنجه رو این جنایتکار اینقدر ادامه داد که من خودم شاهد بودم که از پای این خواهر به شدت شروع کرد به خون اومدن، به حدی که این پاسدار جنایتکار هم خودش کنار میشه که این خونها روی کفش و لباسش نریزه، که این اینقدر ادامه داشت که این خواهر هم مثل تقریبا تمام موارد زیر شکنجه از هوش رفت، چرا که اینا سعی میکردن فقط با فشار شکنجه اینقدر ادامه بدن تا زندانی مجبور به اعتراف یا همکاری با اونا بشه، و چون کسی راضی به این کار نمیشد عموما نفرات زیر شکنجه از هوش رفته و یا به نقطه دیالیز میرسیدن. نمونه ها متعددن، همچنان که گفتیم بی سابقه ترین شکنجه ها در مورد همه زندانیان از پیرمرد سال خورده تا نوجوان، از زن و مرد جوان تا مادری که کودک خردسالش رو در آغوش داره و تا مادر بزرگی که به همراه نوش به سلول آورده شده. در مورد نمونه اخیر یعنی مادر بزرگ و نوش در سلول، اونطوری که در مشاهدات خانم لعیا روشن در کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران در پاریس دیدیم، بیرحمانه توسط پاسدار احمدی نژاد مورد شکنجه قرار گرفتن. این دشخیم در مقابل بیتابی نوه این مادر پیر میگه گریه نکن، حالا مادر بزرگ تو با شکلات های قرمز بر میگردونم، و بعد هم با دهان خونین و دندان های شکسته شده اون رو به سلول و نزد نوه خردسالش بر میگردونه. اگر فرصت بیشتر بود به همه این نمونه ها میپرداختیم، ولی به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده، حالا که شماری از نمونه ها رو از انواع مختلف دیدیم، خوب نگاهی هم به ابعاد واکنش رژیم آخوندی که در سایت های وزارت اطلاعات دیده شده اشاره کنیم، تا معلوم بشه که اعلام آمادگی و بسیج مقاومت ایران برای ارائه مدارک و اسناد به دادگاه ها و مراجع ذی‌صلاح بین المللی چه به روز آخونده آورده و چه وحشتی رو در درونشون ایجاد کرده و چطور به آهنگ ریزش اونها دامن زده و سرعت داده. استقبال مجاهدین از برگزاری هر گونه دادگاه بین المللی برای رسیدگی به پرونده قاتل مردم کردستان و مجاهدین، جانشین رئیس ستاد نیروهای مسلح ولی فقیه ارتجا، جلاد صیاد شیرازی و لاجوردی و قتل عام زندانیان سیاسی، آب در خوابگاه مورچگان افکنده و مأموران و سایت های ریز و درشت را به فرمان اجرایی وحشت زده بیرون ریختم. دیدبان ولی فقیه ارتجا دعوت به شرکت در یک دادگاه بین المللی را ترفند ضد انسانی دانسته و نوشته است: باند رجوی در ترفندی ضد انسانی با صدور بیانیه از جانب صدیقه حسینی از عراق برای شرکت در دادگاه اعلام آمادگی کرده است. دیدبان نظام افسوده است: این اعمال از نظر حقوقی و قضایی و بر اساس قوانین بین الملل اعمالی مجرمانه هستند و در جریان یک رسیدگی غیر سیاسی و عادلانه
بدون شک عدالت درباره آمران و عاملان آن جنایت باید اجرا شود. یکی دیگر از لانه‌های اینترنتی اطلاعات آخوندی با نگرانی نوشت: سازمان مجاهدین نه تنها گزارش خبرگزاری‌ها را شایعه و اخبار دروغ ندانسته، بلکه از طریق مسئول اول خود از قرارگاه اشرف در یک فرار به جلو پیشنهاد پیگیری جنایات سران رژیم ایران را برای منحرف کردن کل ماجرا داده است. قلمزن وحشت زده اژه‌ای آنچنان در اثر برق استقبال مجاهدین از دادگاه بین المللی و احتمال تشکیل آن دچار شک شده که ناخواسته با خواست مجاهدین همزبان و همراه شده و افسوده است. امید است روزی دادگاهی تشکیل گردد که به همه جنایات ضد انسانی در هر کجای جهان رسیدگی نماید و همه کسانی که در سر به نیست کردن انسانهای بیگناه دست داشتند مورد بازخواست قانون قرار گیرند. این خواسته البته که از سوی مقامات ایران مورد استقبال قرار میگیره، چون بر اساس اون به پرونده کلیه سر به نیست شدگان همچون دو مجاهد ربوده شده در بغداد، حسین پویان و محمد علی زاهدی و هزاران مجاهد و مبارزی که به سیاه‌چال‌های رژیم آخوندی منتقل شدن و دیگه هیچ کس از سرنوشت اونها مطلع نشد، از جمله 30,000 زندانی قتل عام شده رسیدگی میشه. پس مقامات ایران به شدت از این پیشنهاد و خواسته استقبال میکنه، مشروط به اینکه سران رژیم آخوندی هم همین نظر رو داشته باشند و از چنین پیشنهادی استقبال کنند. ولی مشکل اینه که اون چه در سایت های اطلاعات آخوندی به ویژه سایت رسمی اون دیده میشه خلاف این دعاویه. سایت رسمی اژه‌ای گوشخوار که از انگشت گذاشتن مقاومت ایران روی اشتباه محاسبه آخوندی و حسرت به دلی ولی فقیه ارتجا به خاطر پایان کار ژاک شیراک فغانش به آسمان برخواسته، تحت عنوان چه کسی دچار اشتباه محاسبه است، با تکرار مکرر کلمه اشتباه محاسبه اعلام آمادگی مجاهدین را برای شرکت در هر گونه دادگاه بین المللی به منظور رسیدگی به جنایات سردمداران رژیم آخوندی جنگ روانی دانسته و در یک همراهی ناخودآگاه با مجاهدین و مقاومت ایران که به نظر می رسد ناشی از افتادن آب در خوابگاه مورچگان باشد نوشته است: اگر این قانون و قضا را مبرا از فضای سیاسی و مستقل از نفوذ حکومت‌ها و سیاست‌ها بدانیم، اشتباه محاسبه نیست، بلکه نشاندن خود به جای قاضی و دادستان و مجری عدالت، اشتباه محاسبه است که هیچ قانون بشری آن را نپذیرفته است و نخواهد پذیرفت. به اژه‌ای گوشخوار باید گفت بسم الله. اگر از دادگاهی خارج از حوزه بندوبست‌های کثیف ارتجاعی و استعماری هم استقبال می‌کنیم، بفرما. خودت و 12 سردمدار جنایتکار حاکمیت ضد مردمی ولایت فقیه شانس خودتون رو برای شرکت در یک دادگاه بین المللی آزمایش کنید. ولی هیهات که سردمداران دیکتاتوری ننگین ولایت فقیه و عواملشون فقط به پارس خابیده عادت دارن و وقتی نوبت وارد شدن به صحنه واقعی کارزار سیاسی تحت نظارت مؤسسات زی صلاح بین المللی فرا میرسه، بدون تعارف صحنه ای رو با دار و درفش و چوبه دار پیشنهاد میکنن. واکنش جنون آسای آخوندهای حاکم در برابر این استقبال مجاهدین هم به این دلیله که زمان صحت و درستی تحلیل‌های مقامت ایران را اثبات کرده. راه حل ریشه‌ای برای خروج از بحران عراق، پایان دادن به تلاش‌های رژیم
برای دستیابی به سلاح اتمی به مثابه ضامن بقا و اقدامات تروریستی که آخوندها بانکدار مرکزی اون هستند، فقط و فقط همانطور که خانم رجوی تصریح کرده، خلعیت از رژیم سرکوبگر و قرون وسطای ایران در منطقه و جهانه. این خواست و اراده اکثریت قاطع مردم ایران برای تغییر حاکمیت استبداد مذهبی در میهن مونه. بینندگان عزیز، پرونده به پایان برنامه این هفته رسیدیم. با همگی شما خداحافظی میکنم و مجددا یادآوری میکنم که میتونید به ما در آدرس parvande@irantv.com نامه بنویسید و ما رو در جریان نظرات خودتون قرار بدید. تا هفته آینده و برنامه دیگر از پرونده، خدا نگهدار.